بدید که ما با آقای کرمی سلام کنیم و ایشون درباره یه موضوعی که خیلی موضوع عمومی است و موضوع بزرگی هم هست صحبت خواهم کرد، و اون مراحل حقوقی از اسیر جنگی، کنوانسیون چهارم ژنو، پناهجو، بعد کمک های انسان دوستانه ای که به اینها شده یا میشه، و نفرات مجاهدین که از نفرات مجاهدین از سال 2003 سقوط صدام به اصطلاح اینها رجیستر شدن، اسم نویسی شده، چون تا موقعی که صدام بوده خب معمولا دیکتاتورا اون بیقانونی و هرچی خودشون میخوان رو انجام میدن. خب مثل که اشکالی پیش آمد در تماس با آقای کرمی، اجازه بدید ببینم ایشون با ما تماس میگیرن یا من با ایشون تماس میگیرم. دیدم که دارن با دستگاه به اصطلاح، بله ایشون تماس گرفت و ما هم هستیم. ببینیم که آقای کرمی اگه فیسبوکی چیزی روشن هست اونها رو لطف کنید خاموش کنید تا اسکایپ بتونه با اینترنت بهتری تماس بگیری، چون ویدیوی شما رو نداریم. ویدیوتون رو داشتیم قبلا ولی الان نداریم. هستید شما؟ بله. ویدیوتون نیست. اگر میخواین من از روی فیسبوک عکستون رو نشون میدم اگر مشکلی هست. آقای شده شما لطفا شما دوباره زنگ بزنید. باش. بله، بعض وقتا وقتی اونها از اون ور تماس میگیرن ستینگشون درست نیست. ما از این ور که تماس میگیریم، میدونید این روزا شما میتونید اسکایپ رو تلفن داشته باشید، رو آیپد داشته باشید، روی لپتاپ داشته باشید، روی کامپیوتر داشته باشید، و گاهی وقتا هر چی اینا بیشتر میشن به اصطلاح شانس ما برای رسیدن به این دوستان کمتر میشه. خیلی هم ساده است. شما فکر کنید مثلا عموی شما 4 منزل داشته باشه، خب شما نمیدونید ایشون کجاست، باید یه بار بهش زنگ بزنید بهش بگید کجا هستید تا ایشون بیاد. الان تصویر رو میبینم و ایشون هم به قول دوستمون خوشتیپ و هنسام. خب آقای کرمی، خیلی خوشحالم که با ما هستید، ممنونم که مدت ها این زحمت رو کشیدید و آمدید و با خاطرات خودتون نوری انداختید روی صفحه‌های تاریخ سازمان مجاهدین که امروز به فرقه تبدیل شده. من ساکت میشم و اگه شما لطف کنید درباره این مراحل حقوقی با دوستان صحبت کنید، و اگر دوستان هم سوالی داشته باشن من میپرسم از شما و شما پاسخ میدید. بفرمایید، با شما هستیم. هموطنان عزیز و خدمت شما آقای سوربی گرامی، من قبل از اینکه بخوام بحث رو شروع کنم یه نکته میخواستم اول عرض کنم به خدمت بینندگان عزیزمون. آقای سوربی شما صدای منو دارید؟ بله عزیز. بله، متاسفانه برنامه رو که آقای حسن حیرانی شروع کردم، ارتش سایبری فرقه رجبی به ام شروع کردم توی این صفحه چروخکاری، یعنی آریا بود، میلانی بود، مایک بود، یکی دوتای دیگه با اسمای مختلف نیم چون من برای همه شون پایین فرسن کنم آقای صحبتی دارید بیایید. اول سوالی که پیش میاد اینه که فرقه رجوی چه ترسی داره از اینکه آقای حیرانی واقعیت‌های اونجا رو بیان کنه؟ چون آقای حیرانی به عنوان سخنگوی این بچه‌ها تقریبا داره اونجا انجام میده، از چی میترسن اگر ترس واهمه‌ای ندارن؟ بیان لطفاً جواب بدن، چون ما هرچی پیام گذاشتم برای این ارتش سایبری هیچ کدومشون جواب ندادن و اکنون صحنه رو ترک کردن، هیچ کدوم وجود ندارن. و اما برمیگردم به بحث اصلی خودم که همین ریل پروسه حقوقی این تشکیلات فرقه رجوی پس از سقوط صدام حسین داشتن. از اونجا که بخوام اینو توضیح بدم، یه نگاه برمیگردم عقب‌تر. تشکیلات فرقه رجوی تجربه جنگ اول، یعنی 1370 که آمریکا با صدام داشت اونم داشتن، میخواست به همون شیوه در شکاف جنگ دوم آمریکا هم به اصطلاح خودشون رو نگه دارن و اینا، که تو جنگ اول با پرچم سفید و دادن نقطه مختصر تمامی قرارگاه ها ایز کردن که آمریکا به پایگاه های مجاهدین حمله نکنه.
و در سال 80 هم، در سال 80 هم که حمله دوم آمریکا بود که این دفعه خیلی با ابعاد گسترده تری میخواستن حمله بکنن به آمریکا، میخواستن این مسئله رو تعیین تکلیف بکنه، خب فرقه رجعی با سران پنتاگون این تدو بند کرد، همه مختصات داده بود که علاوه هم همین تمامی این مختصات داده بود، تمامی قرارگاه های مجاهد در عراق شدیدن بمباران شد، به خصوص قرارگاه علوی که مقر ستاد فرماندهی که خود مسعود رجعی بود که تو دل کوه بود با خود یکسانش کرد، که تو این بمباران ها تقریبا 50 تا از مجاهدین کشته شدن، 10 نفر زخمی شدن. بعد از این بلا فاصله تا صدام سقوط کرد به راههای سفیدی که از قبل آماده کردن اینا رو آوردن روی زرهی ها نصب کردن، رو خود را نصب کردن و تمامی زرهی ها در همون نقطه که بود گذاشتن و پای پیاده به طرف، اکثرا با پای پیاده به طرف قرارگاه اشرف بودن و هر بهشان هم اختار داده بودن کوچکترین خطایی که بکنن بدون تعارف در زیر 5 دقیقه میزن، مثلا تو خود اشراف آمدن زرهی های چهتاره که روشن کردن 3-4 دقیقه نکشید تمامی زرهی ها رو با موشک زدن، یعنی توی رابطه سوخی نداشت آمریکا. یک هفته بعد از اینکه صدام سقوط کردش، ارتش آمریکا به سراغ مجاهدین اومد، توافق اولیه که به دست آوردن یعنی آتش بسی که با مجاهدین امضا کردن این بود که مجاهدین در همین سیستمشون باقی بمونن، مطلقاً اجازه ندارن در امور داخلی عراق شرکت کنن، فقط میتونن در کنترل مرزهای ایران به آمریکا همکاری بکنن. البته اختلافی دیگه توی وزارت دفاع یعنی آقای دورال رامسفت و وزیر خارجه آقای کالین پاول وجود داشت سر مجاهدین، این به توافقنامه اولیه که امضا کرده بودن تقریبا 1 ماه بیشتر دوام نیاورد که بعد با دخالت آقای جورج بوش این توافقنامه اولیه به هم ریخته و تنها حسش این بود که در این پروسه تقریبا نزدیک 1 ماه مجاهدین از زیر بمباران ها خارج شدن، به علاوه اگر این توافقنامه نبود شاید الان هیچ کدوم از ماها هم وجود نداشت که وحشتناک داشتن میزدن. خب تو همین پروسه یکی 2 ماه اول که مجاهدین با آمریکایی ها توافق اولیه رو امضا کرده بودن با عنوان پیش قراول در اول و آخر ستونه های ارتش آمریکا که در استان دیالی بخصوص به سمت مرزهای ایران میخواستن حرکت کنن پیش قراولشون بودن و حرکت میکردن، یعنی همکاریشون شروع کرده بودن و هیچی هم توی رابطه کم نمیذاشتن، که من خودم مقصر فساد بودن و برای اینکه اینا زمان هایی که میخواستن برن دیانمی میباید همه هنگ میکردن که زنگ زدیم مخابرات روابط خود مجاهدین، روابط مجاهدین با ارتش آمریکا همه هنگ میشدن و از درد زد شهر همیشه میرفتن برای گشت و مواردی که نیازشون بود. از همونطوری که گفتم و آقای جورج بوش دخالت کرد، قرار شد که این توافق گردآوری سلاح‌ها و تمرکز نیروهای مجاهدین در همه در یک نقطه باشه، که هیئت سرپرستی مال مجاهدین با مژگان فارسایی بود که اون موقع خود مسعود رجعی زنده بود و پشت صحنه بود و برای این که این مذاکره رو کنترل شده پیش ببرن بیشتر از 4-5 ساعت چیز نمی کردن و میگفتن ما برای این مشاوره بگیریم با بقیه دوستانمون بعد این ادامه بدیم. از هیئت که از طرف آمریکایی ها به صورت این مذاکره رو پیش می بردن به سرپرستی جنرال ریمون تدبینور بودش که از روز جمعه شب پیش روز جمعه شب یعنی 19 فروردین نیروهای آمریکایی کلن قرارگاه اشرف رو محاصره کردن و توی جلسه ایه که نعقوبه به سمت کرکوک میره زرهی های یعنی تانک های آبرامه و آمریکایی تو اتوبان صف کشیده بودن و اطراف قرارگاه اشرف کاملا در محاصره خودشون داشتن و خود مقام های آمریکایی میگفتن که در اینجا هزاران رزمنده وجود داره و ما آماده درگیری تمام عیار هستیم. و روز جمعه که هوا روشن شد هلیکوپترهای آمریکایی از یک طرف داشتن ما رو میزنن و جنگنده هاشون هم تو سطح خیلی پایین طوری که ما خروانه ها رو دیدیم در حال گشت بودن و ما
منورهایی میزدن در محله های مختلف که به اصطلاح روب و وحشت رو داشتن چیز میکرده که مجاهدین بخوان پای مذاکره بیان، که در نهایت پس از 15 ساعت مذاکره فشرده که 3 روز به طول کشید هیئت آمریکایی با هیئت آمریکایی به توافق برساختن که تمامی تسلیحات و مهمات در اون چارچوبی که توافق کرده تقریبا یک پنجم بشه و مجاهدین اینجا بود که امان پیدا کردن. یعنی همین جنرال اتیجور برگشت خطاب به هیئت مجاهدین گفتش که این افتخار ارتش آمریکا به شما میده که شما خودتون تسلیم ارتش آمریکا بکنید، که مجاهدین هم البته اونجانه در توی عمل با قول قراری گذاشته بودن قول همه گونه همکاری از 3 تا 100 به ارتش آمریکا داده بودن و واقعا هم از 3 تا 100 برای ارتش آمریکا همه نوع همکاری انجام میدادن، هر چی که میخواد بهشون میدادن. و الان گفته بودن تو پیام خود مسعود رجبی هم بود که گفت ما به ارتش آمریکا گفتیم شما هر گونه اطلاعات اخبار میخواهید از اختصاص به خودمان مراجعه کنید، خودمون به شما خواهیم داد و مستقیم به رزمندگان ما مراجعه نکنید، که البته ارتش آمریکا به این بسنده نکرد و به تک تک نفرات هم مراجعه کرد، که تو این رابطه تقریبا حدود وقتی که مجاهدین پذیرفتن که به اصطلاح خلق اصطلاح بشن حدودا تقریبا 1.5 سال کشید که تو تحت عنوان کنوانسیونیست بوم، یعنی اسرای جنگی، عنوان زندانیان جنگی اسیر دست آمریکا بود، تقریبا 1.5 سال کشید. تو این 1.5 سال پروسایی که مثلا میرفتیم تو این مثلا قرار نشید خیلی زیادی داشت این کنفرانسی بشه، مثلا یک زمانی بود که میخواستن مثل زندان محل زنان رو از مردان جدا بکنن و نقطه دیگه ببرن، یک پروسه میخواستن که فرماندهان و سران تشکیلات از بدن جدا کنن جای دیگه ببرن، یا یک موقعی بود که به عنوان از زندانیان اسیر مثل این همین القاعده اینا که اسیر گرفته بودن زندانیشون بودن میخواستن به کشورهای دیگه ببرن، که این موضوعات مختلفی بود که همون موقع سازمان باشون درگیر بود، و یا یک سری موضوعاتی بود باز همون طبق کنوانسیون ژنو مثلا طبق مواد 4 و 12 و 21 همون کنوانسیون ژنو دیگه افراد متهم به مشارکت در عملیات تروریستی در قلمرو کشورهای دیگر دستگیر میتونستن بکنن، که این بیشتر در ارتباط با رژیم ایران بود، یا کشور متقاسم می تواند در جریان مخاصمات مسلحانه اشغال نظامی افراد را در خارج از قلمرو خود دستگیر نمایند. خب یک سری چنین چیزهایی که بود که تمام صرف شد این بود که توی این وسط مورد معامله قرار بگیرد، و برای همه تمامی این موارد که اشاره کردم خب تشکیلات به شرطهای مختلف داشت بود که از مسئولین تقریبا این بحثا رو میکردن که هر کدوم از اینا پیشیزاد و چه کارهایی باید بکنن، حتی اگه میخوان زنها رو از مردم جدا کنن و مردا چه کارهایی باید اقدام کنن که جلو اینو بگیرن که نذارن این کارا انجام بشه، و از طرفی هم با توجه به لابی هایی که تو آمریکا داشتن و کنکولایی که تو اروپا و آمریکا بسیش کردن و حضیبه زیادی که میکردن تقریبا تو ژوئیه سال 2004 بود که با تلاش های فراوان فرقه رجبی توانست به اصطلاح با آمریکا وارد این معامله بشه که از کنوانسیون 3 به کنوانسیون 4 یعنی شهروندان تحت حفاظت نیروهای اشغالگر تغییر بده. خب وقتی که تا این موقع که خواستن تو ژوئیه 2004 که بعد از چندین نوبت تحقیقات و مصاحبه‌هایی که با تک تک نفرات توی مدت انجام شد تقریباً توسط 9 ارگان که خود سازمان ما چیزی که ما شاهد بودیم تقریبا نزدیک 12-13 ارگان طول 16 ما تقریبا این 3500 نفر رو بیمچین کردن دوده از اون اطلاعات و اخبار و مواردی که سازمان میخواست دوده از اون و بقیه نفرات توی 16 ما دولت آمریکا یعنی ارتش آمریکا چیزی
های مختلفش کاملا به صورت سینجین کردن که بعد از 16 ماه کارت های شخص حفاظت شده یعنی همون کنوانسیون چاری که من رو بودن بعد از 16 ماه آمدن کارت ها رو دادن. آقای کرمی ببخشید میکروفون شما یه اشکالی داره، اگر امکان داره جابجا کنید چون دوستان میگن صدا خوب نیست. اگر اینه که با گوشیتون هست ممکنه مثلا زیر یقه یا پیرنی چیزی باشه. معذرت میخوام، یعنی صدا ضعیفتره یا؟ الان خوب شد ولی قبلا هم سر صدایی میومد و صدا هم ضعیف شده بود و نامفهوم بود، ولی الان خوب شد. اگه همینجوری نگه داشته بشه خوبه. بفرمایید. بله چشم، با عرض معذرت، بالاخره کمبود امکانات و آقا این پولای میلیونی رو که میگیرین خرج کنید دیگه. شما مزدوران، این شما سپاهیان قدس، این پولا رو خرج کنید. 10 دلار 20 دلار میکروفون بخرید. اگر یک موقع به اون 20 دلار دادن حتما من اولین اقدام میکنم یه میکروفون خوبه، دوربین و میکروفون خوب میگیرم برای کامپیوترم. البته الان هارد دیسکش هم مشکل پیدا کرده که با خیلی مشکلات اون مقدار علم و علوم خورده که خودم داشتم تعمیرش کردم. بله بفرمایید. خواهش میکنم. وقتی سازمان این کنوانسیون 4 ژنوی که موفق شدن تبدیل کنن و در اونجا با اصرار زیاد و تیکراری کردن تونستن به اصطلاح اصرار داشتن که حتما این اصل نانر فرمام یعنی ممنوعیت جابجایی اجباری در طور ساکنان رو بتونن توی این چیز از آمریکا بگیرن. البته تا سال 2009 که آمریکا یا اونجا بودن این اصل همون عدم جابجایی اجباری رعایت میشد و در سال 2009 وقتی که تحویل دولت عراق دادن، دولت عراق آشکارا این اصل نانر فرمان رو نقض کردش، یعنی اینها رو مجبور کرد مصادره مجاهدین رو به زور جابجا بشن. خب بعد از اون اتفاقاتی که در عراق افتاد و اینا در سال 2012 یا سال شمسی میشه سال 91 مجبور شدن که از کمپ سابق اشرف به کمپ لیبرتی نفرات رو انتقال بدن که کمپ لیبرتی همون زمانی که میخواستن انتقال داده بشه با عنوان کمپ پناهندگی ثبت شدش، یعنی کمیساری عالی پناهندگان مسئولیت اینها رو پذیرفت که سازمان هم اون موقع خودش اینو خیلی تو بوق کرونا کرده بود که مثلا اگر اون عکسای 1، 2 و 3 رو شما نشون بدید این یکی از اون سندهایی است که سازمان خودش تو بوق کرونا کرده بود که توسط تقریبا 8500 تا به قول خودشون از این وکلاشون نامه نوشته بودن که آقا حالا که ما به اصطلاح پناهنده هستیم و به ما پناهندگی اعطا شده باید قوانین پناهندگی هم در ارتباط با ما صرف بشه و اجرا بشه. و در همون سال اول یعنی سال 91 تا 92 کمیساری عالی پناهندگان با تمامی افراد 3500 نفری که در کمپ لیبرتی بودن با همشون مصاحبه کردش و فرقه رجوی بارها و بارها در طی این سالیان اینو اعلام میکردن، بیرونی میکردن که بله ما پناهنده هستیم. آقای کرمی ببخشید چون من عکس ها رو دارم نشون میدم، شما لطف کنید درباره این عکس ها یه توضیح کوتاهی بدید. مثلا الان اونی هست که نشون میده که از خود صفحه سازمانم هست، انتقال فراخوان کمیته بین‌المللی حقیقت جویان و نوشته اجازه بده من بخونم براتون. بله از روی خود عکس براتون بخونم. سازمان مجاهدین خلق ایران لیبرتی، فراخوان کمیته بین‌المللی حقوقدانان لیبرتی کمپ پناهندگی است و دولت عراق باید در همین چارچوب رفتار کند. خیلی جالبه. این میگه ما اینجا حق آب و گل داریم، صاحب خونه هستیم، بعد یه دفعه میگه ما پناهنده هستیم. یعنی درست اون حیوانی هست که بهش میگن آفتاب پرست، رنگ عوض میکنه، روی درخت میره سبز میشه، روی زمین میاد. نمیدونم در اصل چجوری باید اینا رو توضیح داد. این عکس ها رو یا شماره ای بگید من نشون بدم یا توضیح بدید من نشون بدم. مثلا همون شماره یکی که نشون بدید اینم باید از سایت خود من سازمان بردارم. من چرا این عکس‌ها رو دارم نشون میدم؟ چون که برمیگردم به همین الان اشاره کنم، بعد
موضوع مجدد برمیگردم، چون که الان ادعا کرده که ما پناهنده نیستیم، ماها به عنوان افرادی که به اصطلاح مانند افغانیایی که در ایران هستن، یعنی دولت آلبانی به ما کمک های انسان دوستانه داره میده، ما مستقل هستیم تا وقتی کشورمون آزاد بشه برگردیم. چون که دارن دروغ میگن، من این عکس ها رو فرستادم نشون میدم هموطنان ببینن. عکس شماره یک از سایت مجاهد برداشتم که اونجا داره تو عکس شماره یک میگه آقا ما پناهنده سیاسی هستیم. و یا عکس شماره دو و سه که به اصطلاح چون که بزرگ من در دو قسمت عکس گرفتم، 8500 تا از وکیلا نامه که نوشتن میگن اینها پناهنده سیاسی هستن و دولت عراق باید حقوق اینها رو بر این مبنا رعایت بکنه. چرا من اینا رو دارم الان نشون میدم؟ چون که از همین الان سازمان مجاهدین یا فرقه رجوی ادعا میکنه که ما پناهنده سیاسی هیچ موقع نبودیم. دروغ به این بزرگی. در صورتی که توی اینترنت اگر جستجو زده بشه، صدها از این مدارک وجود داره که تو سایت های رسمی خودشون هم هستش. آقای صدی نمیدونم توضیحاتم در تو با این عکس ها واضح بود؟ بله بله. البته سازمان تا حالا نشون داده که به نظر میرسه خودشون هم نمیدونن چی هستن. یه جا میگن ما ارتش آزادی بخش هستیم، یه جا الان شدن ارتش استخدام، یه مدت برای صدام، یه مدت برای عربستان سعودی و اردن، حالا حتی برای آمریکا دارن خوش خدمتی میکنن. ولی آمریکا آب پاکی رو دستشون ریخت. دیروز آقای ترامپ گفت که ما همین با دیدارشون با نخست وزیر ژاپن گفت که ما داریم تلاش میکنیم که با دولت ایران صحبت کنیم و قصد ما برچیدن حکومت نیست. بفرمایید. یعنی یه بار دیگه هم اینجا سر سازمان مجاهدین بدون کلاه موند. البته من تو پرانتز بگم این بار اول نیست. مثلا تقریبا دو هفته پیش بود آقای پومپو هم وقتی که خبرنگار به طور مشخص سوال کرد آیا شما از سازمان مجاهدین حق و آقای رضا پهلوی حمایت میکنید، برگشت کن ما از هیچ کدام از اپوزیسیون هایی که خارج از کشور هستن هیچ گونه حمایتی نمی کنیم، ما فقط از مردم داخل ایران حمایت می کنیم. این بار اولی نیست که اینها را سنگ رو کم کنن. ناگفته نماند که به حرفای آمریکا هم نمیشه اطمینان کرد. آمریکایی که رئیس جمهورش و هیئت به اصطلاح انتخابیش که شامل مشاورا بودن و شامل وزیر امور خارجه بود، میان قرارداد امضا میکنن، بعد نفر بعدی که میاد میزنه زیرش. ضمناً اینا اگه قرار باشه یک کسی رو بخوان علم کنن، چلبی کنن، از قبل به کسی چیزی نمیگن. ولی اینجوری که از شواهد و علائم برمیاد به نظر میرسه که حتی آمریکا هم به اینا اطمینان نداره. و از اون طرف خب میبینیم که رجوی نیست. شما یه جوری گفتید که یعنی رجوی فوت شده چون اون شیخه در اون وزیر اطلاعات سابق عربستان تو مجلس خود این مجاهدین گفت مرحوم رجوی. دوبارم گفت، نه یک بار. بفرمایید. بله من خیلی مختصر میگم، اما اگه هموطنان تو این رابطه سوال داشتن این بحث مفصله که من بعدا میتونم براشون توضیح بدم. من برخواب در این 4 سالی که در کمپ لیبرتی بودن، یعنی از سال 91 تا 95 که اونجا بودن، کمیساری همونطور که اشاره کردم سال اول با این افراد مصاحبه کرد و از همون زمان اینها پناهنده سیاسی بودن. و وقتی هم که به آلبانی انتقال داده شدن، در آلبانی هم اینها کمیساری ها طرف حسابشون بود و تحویلشون گرفت. و اینه که اینها میگن ما نه پناهنده سیاسی نبودیم، نه خیلی، اینها از اول پناهنده سیاسی بودن و یعنی از سال 90 اینها پناهنده سیاسی بودن. و خانم هیلاری کلینتون هم وقتی اینها رو میخواد از لیست تروریستی خارج کنه به همین استناد کرد، گفت ما شما رو به این خاطر از لیست تروریستی خارج میکنیم که شماها بتوانید ریل پناهندگی که در ازام شما میره کشورهای دیگه با شما مشکل پیدا نکنن و بتوانید شما رو بپذیرن. و در همین پروسه که از سال 92 شروع کردن انتقال نفرات از لیبرتی به آلمانی، کمیساری پناهندگی که اینها رو داشت انجام میداد
در همین انتقال از کمپ لیبرتی به آلبانه نزدیک 400 الی 500 نفر کمیساری با هماهنگی با کشورهای اروپایی به اروپا فرستاد که 100 نفرشون فقط دولت آلمان پذیرفت در یک نوبت. اگه اینا پناهنده سیاسی نبودن که نمیاد اروپا بپذیرتشون و یا بقیه کشورها نمیدونه، حتی خود آمریکا تعداد از اینا رو پذیرفت، از همین آلبانی هم بردشون، از اگر کیس پناهندگی سیاسی نداشتن که نمی بردشون. از اون چرا کنه؟ خب بعدش ادامهش میاد. همین زمانی که از سال 92 نفرات اومدن بیرون تا در اونهایی که کمیسیا رو فرستادشون به کشورهای اروپایی نزدیک 700 نفر هم جدا شدن تو همین کشور آلبانی و بعد این 700 نفر هم همین ریل های پناهندگی رو رفتن که به کشورهای اروپایی رسن، یعنی نزدیک 1300-400 نفر به عنوان پناهنده از همین افراد رو پذیرفتن. حالا یه تعدادشون نفرات خود فرور بودن و تعدادشون هم از دنبال زندگیشون رفتن. خب وقتی که فرقه رجوی تونست در تو آلبانی جای خودش صرف کنه، لابی های خودش تونست پیدا بکنه و جاش رو صرف کرد، اومد با دولت آلبانی و کمیساریا شروع کرد به زد و بند. زد و بندش هم این بود که میخواد، چون که دید اگر اینطور بخواد پیش بره و کمیساریا این افراد که پناهنده هستن داره میپذیره و با خارج میفرسته، تشکیلات متلاشی داره میشه و تنها افرادی که پیگیری های قانونی، یعنی یا خلاف کرده یا امروز روسی انجام یا خلاف های تو اروپا انجام ده، اینها داشتن باقی میموندن، یعنی علی میموند و حب. و به همین خاطر که این فرقه داشت متلاشی میشد، سازمان اومد با دولت آلبانی و کمیساریا در خود در آلبانی وارد یک زد و بندی شدش که این کیس پناهندگی افراد رو آمدن شروع کردن یواش یواش کمرنگ کردن، که این تقریبا همونطور که دوستان ما توی دو سه سال گذشته اومدن بارها و بارها این مسئله اینجا مطرح کردن، کمیساریا سنگ‌اندازی میکرد و میگفت ما دیگه به شما نمیخوایم بدیم کمک رو، شما پناهنده نیستید، و یواش یواش این شروع کرده بودن این کارو که از 3-4 ماه پیش که قاطعانه به این نقطه رسوندن با توجه به لابیایی که سازمان در آلبانی به شدت درست کرده و در وکیلهاشون تونستن اینو به نقطه برسونن که کمیساریا خودش بکشه کنار و گفتن که ما داریم دفترمون رو میبندیم و این آدپور هم به دولت آلبانی دادن که آقا دیگه از این به بعد هیچ کدوم از این افرادی که جدا میشن شما به عنوان پناهنده نپذیرید، اگر کسایی که باشن ما نفرات خودمون باشن، تو همون صحبتاش هم داره میگه که آقا اگر این افرادی که جدا میشن از جداستای خودمون باشن، یعنی هوادار ما باشن، ما کمک هزینهشون رو میدیم و کمک میکنیم به خارج برن، اگر نه مخالف ما باشن ما کمکی نمیکنیم. الان این دوستان ما که این 17 نفری که در آلبانی هستن، 17 و 18 نفری که آلبانی هستن، اینها به خاطر که مخالف فرقه رجوی هستن هیچ گونه کمکی کمیساریا بهشون نمیده، یعنی میگه آقا شما پناهنده نیستید. این بی عدالتی و بی قانونی که کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل بزرگترین شاخه سازمان ملل هست در حق این افراد داره میکنه، باید به کجا شکایت شده؟ اگر پناهنده سیاسی نبودن پس چطور 1300-1400 کرد؟ اگر پناهنده سیاسی نیستن پس چطور هواداران فرقه رجوی رو که الان دوستان کمک اشاره کردن چطوری خارج میکنه و میاره تو اروپا میپذیره؟ اما به مخالفین فرقه رجوی که میرسه هیچ پول کمکی بهشون نمیکنه، همه چیزشون خط و بند میکنه. آیا این زیر علامت سوال بردن کمیساری عالی پناهندگان نیستش؟ که بله، کمیساری عالی پناهندگان هم قابل خریدنه. آیا این ارگان بین المللی این اشعه و این را نشان نمیده که بله اون هم قیمتی داره و میشه خریده؟ این توطئه کافی بود که فرقه رجوی برای جلوگیری از آزاد شدن اسیران در بند فرقه رجوی با مقامات آلبانی و کمیساریا به انجام رسونده. و متاسفانه از اونجایی که این دوستان ما آنچنان درآمدی ندارن که بتونن وکیل بگن و ریل قانونی شون برن که به حقوقشون برسن، متاسفانه قدرشون هست. این تراتژی دردناکی که افراد
رها شده از فرقه رجوی، علارغم اینکه 7 سال به عنوان پرنده سیاسی هستند. یعنی تنها افرادی هستن که روی کره خاکی 7 سال پرنده سیاسی بودن و با زد و بند از طریق پول فرقه رجوی تونسته مجدد اینها رو به ریلشون برگردونه و بکنشون یک فرق کسایی که کمک‌های انسان دوستانه بهشون برسه. که بعضی وقتا مسئولی که در کمیساری آلبانی بودن گفتن اگر شما بخواید بشید پناهنده سیاسی این ریل شما ممکنه 10 سال بکشه، 10 سال، 7 سال، 10 سال بکشه، چون که شما باید اول باید ثابت کنید که شما خشونت طلب نبودید، کارهای تروریستی نکردید، بعد بشوید پناهنده سیاسی. یعنی دوباره سازمان اینها رو برگردونده به همون شرایط سال 2003. پس هم بکنون ببینید فرقه رسیدی چی جنایتی در حق مخالفین خودش داره می‌کنه و این داره نشون میده که آقا با پولی که آلوده به خون و آلوده به جنایت و کثافتکاری فرقه رجویه میشه کمیساری عالی پناهندگی هم خرید، همونطور که لابی‌های آلبانیایی و آمریکایی و اروپایی شده دارن اینها می‌خرن. از کجاست این وجدان مجامع حقوق بشری؟ آیا این وجدان جامعه حقوق بشری که سازمان ملل این همه ادعاش میکنه و کمیساریات این همه میگن ما حقوق بشری هستیم، آیا اینه با میشه خریدشون؟ آقای کرمی عذر میخوام از شما، در رابطه با گفته های شما آقای موساد تایید میکنه که در لیبرتی با این دوستان یک یعنی تک به تک مصاحبه کردن و اینها رو به عنوان پناهندگی سیاسی درخواست بهشون دادن و اینها پناهنده سیاسی هستن. یعنی به نظر میرسه سازمان مجاهدین نه اینکه خودش نتونسته در 40 سال گذشته برنامه دقیقی داشته باشه و بدونه چه باید کرد، یه موزل سیاسی هم درست کرده تو کشور آلبانی و برای یو این و کمیسریا اینها، چون از یه طرف مثل شترمرغ شده، یه بار میگه هستم پناهجو و پناهنده، یه بار میگه نیستم، ولی دوستون آقای موسی میگه که از ما تک تک با همون مصاحبه کردن و درخواست پناهندگی ما دادیم برای کشورهای اروپایی. بله دقیقا، چون که همون سال 92 با کمیسر با همه این افراد مصاحبه کرد و من به همین خاطر دارم میگم که این دوستان ما 7 سال هست پناهنده سیاسی هستن و فرقه رجوی الان با زد و بند پناهندگی سیاسی اینا رو لغو کرده. اینا میگه دولت آلبانی میگه ما کمک های انسان دوستان شما رو آورده بودیم اینجا. و یه داستان ملاقات خانواده ها چطوره؟ خانواده های فرقه رجوی مثلا همین آقای درودی 3 روز پیش خانوادهش از اروپا میرن توی آلبانی، نه تنها اون خیلی ها شدن گروه گروه میرن اونجا، خانواده هاشون میرن تو بستران اونجا، همه کار میکنن، ملاقات میکنن، اینور اونور میچرخن. اما خانواده هایی که از ایران میخوان بیان به خاطر این ذره بندی که فرقه رجوی با لابی های آلبانیشون داشته، سفارت آلبانی به خانواده های ایرانی ویزا نمیده. حتی خانواده هایی که تونستن اومدن اروپا، از اروپا رفتن به آلبانی، به مسکه که دیدن آقا اینا مسیرش هم از ایران اومدن اروپا، از اروپا ویزا گرفتن اومدن، همون فرودگاه برشون گردون. آقا اینا باید به کجا گفت؟ اینو به کدوم مجامع حقوق بشری باید گفت که سالم باشه؟ آقا تنها پس ما نتیجه میگیریم که دولت ها همه تو فاسد هستن، هیچی مجامع حقوق بشری که این همه ادعا دارن اونها هم فاسد هستن و میشه خریدشون. اینم موارده کم نیست از این موارد. آقای کرمی ببخشید، باز طبق معمول آخر وقت هستیم و وقت کم آوردیم، ولی دوستان همه در تایید گفتهای شما. آقای علی حجاری میگن که من در همین آلبانی شماره ثبت پرونده پناهندگی را به کمیسیریا نشان دادم، گفتم این رو مگر شما ندادید؟ گفت چرا؟ گفت هر جا که شما برید به عنوان پناهنده سیاسی به رسمیت میشناسن. و دوستان هم لطف میکنن، آقای حسین نژاد هم با ما هستند و این برنامه ها دوستان تا 1-2 ساعت دیگه روی یوتیوب به صورت بایگانی هم قرار میگیره، ضمن اینکه تا هفته آینده هم هر روز از تلویزیون مردم، مردم tv.com پخش میشه و روی فیسبوک هم برداشته نمیشه. ضمناً من صفحه فیسبوک آقای کرمی رو نشون دادم به همین اسم ساده، محمد کرمی، خیلی هم فعال هستن،
و ریسپانسیو یعنی جوابگو، وقتی که شما یه سوالی رو دارید باهاتون تماس میگیره. آقای کریم من ساکت میشم، اگر صحبتی دارید بفرمایید. امیدوارم که باز هم در آینده با شما دوستان باشیم و خبرهای بهتری مخصوصا از وضعیت جدا شده ها در آلبانی بگیریم، یا یه سازمان یه شرکت اینها رو به یک کشور اروپایی، چون آلبانی درسته که اسم اروپا رو یدک میکشه، ولی دوستمون خیلی قشنگ توضیح داد، گفت تقریبا میشه گفت افغانستان اروپاست، همونجوری که ما افغانستان اونجا اون طالبان و القاعده و بیقانونیاشو داریم، حمله روسیه رو داشتیم، بعد دخالت آمریکا رو داشتیم و یک کشور داغون به جا گذاشتن، آلبانی هم به نظر میرسه که فقر و بیکاری و اینها این مملکت رو یک کاری کرده که الان مجاهدین بتونن اونجا یه جوری حکمرانی کنن. درستان ممنونم از شما، من ساکت میشم، بفرمایید. خواهش کنم از اونجا که وقتمون تموم شد، من امیدوارم که در برنامه آینده به زودی بتونم کاملا این بحث به طور خیلی واضح مشروطتر باز کنم که حداقل اگر گوش شنوای و وجدان دیداری هست بشنوه، شاید بتونیم به این دوستان کمکی بکنم. بسیار ممنونم آقای کرمی، بارها قبلا هم مهمان برنامه ما بودن و ویدیوهاشون موجود هست، کافیست اسمشون رو در گوگل یا در یوتیوب تایپ کنید و اون ویدیوها رو ببینید، یا با خودشون تماس بگیرید، ایشون لینک اون برنامه رو برای شما بفرستن تا با دقت نگاه کنید و اگر هم سوالی داشتید با خودشون مستقیما تماس بگیرید. آقای کرمی، همونجوری که قبلا هم بارها گفتم، ممنونم از شماها که آمدید و این ماجراها رو برای ما توضیح دادید تا وارد بشیم و نگفتید من سالها عمرم رو تلف کردم حالا برم دنبال کار و زندگی خودم. من به نوبه خودم از شما ممنون و متشکرم و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. خیلی ممنون که با ما بودید. خواهش میکنم، همچنین تشکر از شما آقای سوردی که این وقت در اختیار ما گذاشتی، به امید برنامه جدیدمون که بتونیم ما سریعتر این بیشتر این مسائل باز کنیم و هم‌نفرانمون بهتر تو جریان قرار بگیریم. بسیار ممنونم دوستان عزیز، با آقای محمد کرمی بودیم از پاریس و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، گفتهای خود، نظرات خود یا حتی برنامه‌های دیگران را اینجا اسپانسر بشید و با هزینه بسیار کم از تلویزیون مردم نشون بدیم. تلویزیون مردم از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. حمایت از تلویزیون مردم رو فراموش نکنید. برنامه‌ها رو پی میگیریم و برنامه بعدی سوربی با مردم هست از واشنگتن، از آمریکا، و با شما خواهیم بود. مرسی که شما هم با ما هست. پس با ما باشید تا برنامه رو تغییر بدیم و بیان با شما. مرسی.